سلام حامد، امیدوارم خوب باشی. الان کلاسم تموم شد، دارم کم کم از دانشگاه میرم. گفتم قبل از اینکه برم یه تماسی به هم داشته باشیم، یه مقدار بازم بهت اینفورمیشن بدم در مورد این بورس فول برایت که برات خیلی جالب بود. جالبه این فقط برای دانشجوها نیست، طبیعتاً یه قسمتش مال دانشجوها هستش، قسمت دیگه‌اش هست واسه محققین، یعنی کسایی که دیگه دانشجو نیستن ولی محقق مثلا میشه گفت آزاد هستن. عرض به حضورت که دیگه برای چی بگم، یکی دیگه هستش واسه معلمین. بعد معلمین قسمت جالبیش این بود که معلمین به اصطلاح لول K-12 ما اینجا به انگلیسی بهش میگیم، یعنی کسایی که مهد کودک، تو لول مهد کودک می از اونجا شروع میکنن نفوذا تا کلاس 12، اینو به اونا میدن، این گرانت یا این بورس رو با اینا میدن. بعد یه بورس دیگه هستش که فقط واسه آدمای حرفه‌ای یا پروفشنال. یه برنامه دیگه هم دارن که فکر کنم برات خیلی جالب باشه، بهش میگن همون بورس فول برایت هیز، بهش میگن هیز یا فول برایت هیز پروگرام. خیلی جالبه این مسئله، به اصطلاح اینفورمیشنی که ما در مورد این مسئله داریم اینه که دیز، حالا متاسفانه شو که بس تخصصیه، بعد متاسفانه به انگلیسی برات بگم ولی میدونم انگلیسیت قویه و قشنگ درک میکنی. These grants are awarded to individual US K-12 teachers and pre-teachers، یعنی کسایی که علاقه دارن به تدریس تو لول مهد کودک گرفته تا کلاس 12، به اونا هم حتی این گرانت رو میدن. بعد طبیعتاً به معلمین معمولی، بعد استاد دانشگاه، بعد ادمنستراتورها، کسایی که مدیر هستن تو این دانشگاه، و بعد به دانشجوی قبل از دکترا و بعد به دانشجوی بعد، یعنی مثلا فوق دکترا، همون که ما میگیم پست داکترت فاکولتی. دیگه چی برات بگم، لیست الومنا یا کسایی که این بورس رو گرفتن یه لیست کاملا پابلیک هستش، عمومی هستش و میشه گفت یه جوری اصلا بی انتهاست، اینقدر تعدادش زیاده. ولی یه آمار خیلی جالبی که فکر کنم برات مد نظرت باشه اینه که 82 نفر که این بورس رو گرفتن جایزه پولیتزر هم بهشون دادن. خیلی جالبه، یعنی انگار که اینا با همدیگه کاملا ربط دارن. اون بورس رو بگیری این جایزه رو بهت میدیم. 57 نفرشون جایزه نوبل رو گرفتن. تصور بکن 33 نفرشون served as head of state or government، یعنی رئیس کشوری، رئیس جمهور کشوری. یکیشون که گفتیم همون آقای کی بودش؟ آقای کلینتون بودش. 10 نفرشون have been selected or elected to US Congress، یعنی تو خانه نمایندگان و یا عرض به حضورت که سنای آمریکا. یکیشون هم که سکرتری جنرال یونایتد نیشن بوده، سازمان ملل بوده، رئیس سازمان ملل بوده که حالا بعد در مورد اون صحبت میکنم. خیلی جالب این لیست رو که مطالعه بکنی بیشترشون اکثر ماره کشورهای میشه گفت حتی جهان سوم و جهان دوم بودن، مثل هند، مثل ترکیه، عرض به حضورتون مثل پاکستان و کسایی خیلی سطح بالا. اینقدر این لیست طولانیه که من نمیتونم اصلا واردش بشم، وقت واسه اون نداریم. ولی توش چند تا آدمای عرب و عرض به حضور هر کسی جز این تز هستش، این برنامه فول برایت هستش، اینا این جایزه رو بهشون دادن. خود رئیس جمهور غانا، این فکر کنم خیلی جالب باشه، آقای جان آتا میلز بورس فول برایت رو بهش دادن. انواع اقسام سیاستمدارای کانادایی، عرض به حضورتون یه مثلا شخص خیلی مهمی، اقتصاددان آلمانی به نام سهون باختمن، یه اسکولار، یه محقق لبنانی، یه استاد دانشگاه سربی، یه استرالیای مثلا محقق استرالیایی که تخصصش توی زبان عبری بوده و عرض به حضورت که تاریخ انجیل. خیلی خیلی این لیست طولانیه، وقت نداریم واقعا واردش بشیم، ولی چیز جالبی که میخوام واسط بگم، فکر کنم مد نظرت باشه تو تصمیم گیری، تو اصولا تو تحقیقی داری الان میکنی، یه جایزه ای دارن، این از چیز گذشته، این از بروزو از بورس گذشته، جایزه به اشخاص مهم میدن، اسمشون گذاشتن فول برایت پرایز فور اینترنشنال اندرستندینگ. خیلی جالبه، تفاهم بین المللی، یعنی در واقع تفاهم بین المللی، میتونم به عنوان آکادمیشن بهت بگم در واقع تفاهم این که رئیس دنیا بعد امپراتوری انگلستان و آمریکا باشه، همون سیستم انگلو امریکن امپایر. خیلی جالبه، اینم توی 1993 میلادی به اصطلاح افتتاح شده بود، اسمش هم گشته بودن، یعنی پرپسش یا هدفش اینه که to recognize individuals who have made extraordinary contribution toward bringing peoples, cultures and nations to a greater understanding of others. این خیلی توش کد هستش، یعنی greater understanding others، یعنی که شما اول تشخیص بدین بفهمین و
دنبالگیر سیاست های استعمار واشنگتن و لندن و بقیه کشورها باشین، بعد تازه برین اون قسمت دوم interesting یا understanding of others، یعنی شما برین فرهنگ های دیگر رو مطالعه کنین، مخصوصا تو بخش زبان، تاریخ و فرهنگ این کشورها، که بعدن چی بشین؟ بعدن بشین عرض حضورت که یک میشه گفت حتی یک کسی که جاسوس میتونه باشه واسه منافع آمریکا یا منافع کشورهای دیگه که زیر دم و دستگاه واشنگتن هستن. یعنی اینا من فرهنگای کشورهای دیگر رو مطالعه میکنن، با این بورس تمام پول تحصیلاتشون رو میدن و آقای کلینتون که رئیس جمهور آمریکا شد تمام تحصیلاتش رو، چون که از این خانواده فقیری میومد، از قشر فقیری میومد، از طریق این بورس آلبرایت، ببخشید فول برایت بهش دادن. برگردیم به اون جایزه فول برایت، نه بورس فول برایت، جایزه فول برایت. خیلی این ممکنه جالب باشه براتون، کسایی که اینو گرفتن و جالب 1993 که این افتتاح شد، همین فول برایت پرایز، اولین کسی که این جایزه رو بهش داد آقای نلسون ماندلا بود، رئیس جمهور آفریقای جنوبی. خیلی جالبه، از سمبولیک. بعد 1994 به آقای کارتر دادن، بعد دیگه سال 1996 به رئیس جمهور فیلیپین دادن، خانم کوراتون آکینو. بقیه رو دیگه ممکنه چیز نباشه، ماری رابینسون بود رئیس جمهور ایرلند، جمهوری ایرلند، 1999 به اون این جایزه رو دادن. اشخاص دیگه هستن ممکنه آشنا باشی نباشی، اینا که مهم هستن واسهت میگم، مثلا کوفی آنان 2001 به آقای کوفی آنان رئیس جمهور، رئیس سازمان ملل از غانا بهش دادن. این یکی از همون کسایی بود که قبلا اسمشو گفتم، کولین پاول. فکرشو بکن، تصور بکن، وزیر دفاع آمریکا سال 2004 بهش این جایزه را دادن، درست یه سال قبل، یه سال بعد از اون اینوازیون، حمله و اشغال عراق. دیگه اصلا دیگه آشکاره دیگه، شما برید کشور به عنوان وزیر دفاع، به عنوان یه تئوریسین، به عنوان یک مشاور ارشد رئیس جمهور، جزء کابینه رئیس جمهور آقای بوش پسر، یک سال بعد از این اومدن این جایزه رو دادن به آقای کولن پاول. خیلی خیلی جالبه این مسئله که شما تصور کنی اینا به اشخاص صلح طلبی نیستن، اینا به کسایی هستن که از نفوذشون، از تحصیلاتشون تو همین جایزه چیز، جایزه کسایی که علاقه من هستن به بورس یا اصلا بورس فول برایت یا تو این